با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می کنم. امروز دوشنبه است، 26 از ماه آگوست. در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستم. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ بخوانم. غزل شماره 317 از حافظ مصحح دکتر خانلری مرحوم، استاد دکتر خانلری. می فرماید: تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم. البته این از جمله غزل هایی است که حافظ به اقتفای سعدی رفته است. یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم، گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم. ببند یک نفس ای آسمان دریچه صبح بر آفتاب، که امشب خوش است با قمرم. بله، میگوید: تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسمی کن و جان بین که چون همین سپرم. چون این که بر دل من داغ زلف سرکش توست، بنفشه زار شود تربتم چو در گذرم. بر آستان امیدت گشادم در چشم، که یک نظر فکنی خود فکندی از نظرم. چه شو گویمت ای خیل غم عفاک الله، که روز بی کسی آخر نمی روی ز سرم. غلام مردم چشمم که با سیاه دلی، هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم. به هر نظر بت ما جلوه می کند، لیکن کسی این کرشمه نبیند که من همی نگرم. به خاک حافظ اگر یار بگذرد چون باد، ز شوق در دل اون تنگنا کفن بدرم. به به، خب خدمتتون عرض کنم که دیروز از ساعت حدود 11:45 تا ساعت 6:30 قریبا بعد از ظهر با هموطنان صحبت میکرد، تلفنی که خدمتتون داده بودم، و با حدود 30 تن شاید از هموطنان صحبت کردیم. خیلی خیلی سپاسگزارم از هموطنانی که تلفن فرمودند، و بسیار در واقع شرمسارم از هموطنانی که احتمالاً روی خط ماندن، چون یک خط بیشتر نیست. امیدوارم باری دیگر که اعلام میکنم خدمتتون خواهم بود، بتوانیم با اون گروه هموطنان صحبت کنیم. تمام در واقع اطراف اکناف گیتی بودن، هم از ژاپن، استرالیا، کانادا، جاهای دیگر، و چند داستان غم‌انگیز هم در این گفتگوها بود. یکی اون که هموطنی بسیار متاثر بود، ما همسرشون صداشون می آمد، اینها در اتاق به من زنگ زدن و بعد سخن از این می گفتن که پدرشون بسیار مرد دینی است، ماشاءالله نمازش ترک نمیشه این مرد، اما یک ذره مروت و دلاور مردانگی در وجود این نیست، یک ذره ترحم هم نداره، اما ماشاءالله به نمازش. گفت یک برادری داشتم، هنوز میگریست برای اون برادر، 16 ساله، لکنت زبان داشت. این پدر اون رو مسخره میکرد. شما ببینید جهالت و سفاهت و شقاوت به تجد بشه درجه ایست که پدری بچهش رو به خاطر عیبی که تقصیر او هم نبوده، از مادر با اون عیب متولد شده، تمسخر بکنه. و اونقدر با او بدرفتاری کرد، گفت که رفت داوطلب جنگ شد، گلوله زده بودن، گفت در دهان این بچه کشته بودن، که من رفتم برای اینکه شناسایی جسد بکنم، این تصویر روح من رو به آزار میده، آزار میده. بعد از چند سال، ولی نمازش گفت به حمدالله سر جاشه، تا حالا سه تا زنگ گرفت. خب این آدم اسلامی به معنی کلمه که مقصود قرآن بوده، یه همچین آدمی بوده. آدم اسلامی یعنی به معنی قرآن، حالا شیعه فرق میکنه، شیعه آمده
لطایف این فرهنگ ایرانی رو پیوند زده به این خوشی و جمودی که از عربستان آمده، همین که گریه میکنه، همین که نمیدونم ابراز ترحم زیباست، اینها مایه های فرهنگ ایرانی است. فرهنگ بیابانگردی و دستورات خشک دینی هیچ گونه عاطفه‌ای رو بر نمیتابه، به خصوص دستورات خشک دینی. باز اعرابم بارها عرض کردم اینا انسانه خوبی بودن، جهالتشون زمانی شده است که اسلام آمده، نه اینکه دوران جاهلی بوده اسلام آمده درست شده، نه، این دروغی است که به ما گفتن. مردم بودن به طور طبیعی زندگی میکردن، آزاده بودن، آزاد بودن، شجاع بودن، شرافت میفهمیدن، دلاوری میفهمیدن، شعرا داشتن، بازرگانان داشتن، هر آدمی هم میتوانست برود اونجا معبدی درست کند. این خوشمغزی و دیکتاتوری الله و اینا تبدیل به یه مش مردمان دزد دست جمعی، سرگردنه گیر. میگن جاهلی بوده است، اسلام آمده است، به نورش منور شده است. آقا دانشمندان مکه به ما بگید کیا بودن اینا بعد از اسلام؟ این هم ایرانیا زحمت کشیدن، ترجمه کردن و تألیف کردن. در مدینه ببینید کیا آمد بیرون. آقا بیان ببینیم آقا این چی بود این داستان؟ تمدن اسلامی میگویید، ببینیم در زادگاهش اسلام تمدن داشته است یا تبخش ایجاد کرده. اگر کار این پدر تبخش نیست، پس تعریف تبخش رو من درست نفهمیدم. این لوره همشهری ما گفتن آقا در بیابان، یکی گفت آقا اصول دین چند رو؟ گفت دوتا. یه بار دیگه هم گفتم، گفت چه؟ گفت اول ره، دوم مروت. و چند تلفن دیگر که خیلی خیلی در واقع جای سخن دارد این تلفن ها، چون آدم های دینی گمان میکنن چون نماز میخوانند اینها، این نماز خوندن جواز جنایت و تجاوزه. و یه هموطنی عرض شد که زنگ زده بود و هم صحبت کردن، خیلی وجود نازنینی بود اینها، میگه آقا من میخوام شما چیز بگم، من رفتم در ایران، برادر من هم در کار تاریخ، برای خودش یک استادی است در کار تاریخ سیاست، نه او که 80 بلکه 90% مردم ایران میگویند که کار انگلیس هاست، اون رژیم رو انگلیسی برده، این رژیم رو انگلیسی آورده و تا انگلیس نخواهد اینها هستن. خب بنده میگم کویتی ها بردن، اصلا شیخ قطر اون رژیم رو سرنگون کرد، اینا رو شیخ قطر آورد. این در واقع صحتش درست برابر همون است که شما میگویید. گفتم برادر شما آیا یه دو سه خط هم سندی در دست داره؟ گفت نه نداره، ولی میدونه که راست میگه. خب ببینید، یک مسئله در آمریکا هست، میگوین گاربیج این گاربیج اوت، زباله داخل زباله خارج. یعنی شما در یک منزل اگر خوب نگاه کنید، یکی از جاهایی که پرستیژی نداره زباله دانه، خیلی هم لازمه، زباله رو میندازین و زباله رو خالی میکنه. این حرفای لاتائل، گاربیج این گاربیج اوت، بزرگترین مغالطه که گفتم خدمت شما در حوزه ایران زمین و این کشورهای اسلام مطرح بوده، مغلطه خداوند میفرماید. یک آخوند بی سواد خدا نشناس شقی میره و دواره منبر، خداوند میفرماید، بعد از خدا میفرماید شروع میکنه عربی، ما هم چون عربی میترسیم خیال میکنیم راست میگه، هر کسی عربی حرف بزنه چیز مقدسی است. به همین دلیل هم هست که قرآن فارسی رو میگیرن دستگیر میکنن. آقا در شهر ما یک مرد محترم بزرگواری رو قرآن فارسی داشته، ترجمه فارسی، گرفتن بردنش، معلوم نیست کجا بردن این بیچاره. چرا؟ به جهتی که وقتی به فارسی میخوانی اون ترس عربیت ساقط میشه، میفهمی چه گفته، مطلب میاد بیرون برای شما. این صوت قرآن خب خیلی زیباست، به خصوص با آواز گوش میکنی، منم خوشم میاد، دوست دارم، خیلی صوت زیباست. اما اگر که مرشو میگه، داره میگه که محاصره کنید، بزنید، بکشید، نمیدونم چه کنید، وقتی فهمیدی میگوید بزنید بکشید، دیگه ارادت ساقط میشه. اینه که آخون میگیره قرآن فارسی رو. یک چیز قدیمی هم هست، دستور قدیمی که حق نداره قرآن رو ترجمه کنید،
چرا حق نداری ترجمه کنی؟ چون معنیش میاد بیرون. مردم ها که عربی نفهمیدن که. چند نفر در تاریخ ایران زمین فکر میکنید که عربی میدانستن به وجه که این قرآن رو بخونن بفهمن چه میگه؟ و نه نمیدونم تعدادش چند نفر، خیلی نیست، 1% هم نیست، 0.5% هم نیست. خداوند میفرماید، خیلی خوب، خداوند میفرماید شما کار کنید بدید من بخورم. من کلید بهش در این جیبمه، این فرمان جهنم هم دارم. چون من 2.5 سه ماه رفتم در قوم ضرب از زیدان عمرون عرب شود که از همون دستا که نظرم خوندم و این لباس عربی به تنم کردم دیگه جز شما نیستم، دیگه جز آدمیزاد دیگه نیستم، من یه چیزی هستم بین شما و خداوند. حالا امامم تازه هست، حالا خدا صبر بهشون بده ته چا. خدا میفرمه دومی مغلطه کار انگلیس هاست. این هم یک مغلطه است، دست کمی از اون به پای اون نمیرسه، اما همونه تقریبا. یعنی فرض بفرمایید که ما میخواهیم در یک بابی تحقیق کنیم، خیلی کار مشکلی است آقا، تحقیق درد داره، کتاب خوندن و زیر نویس خوندن و رفرانس پیدا کردن و وقت گذاشتن و اینا، گردن درد میگیره، چشم از حوصله میخواد، سخت. آقا این اتفاق مهمی که در ایران افتاده به این درجه از عظمت یعنی انقلاب. آقا انقلاب این جوانبش رو تحقیق کردن کار مشکلی است آقا، خیلی راحت میتونی کار انگلیس ها بود، خودمونم فاضل حساب میکنیم. آقا چه کار انگلیس ها بود؟ برای چه کار انگلیس ها بود؟ این از اون در واقع از نظر مهمل بودنش در حد همون خداوند میفرمایده کار انگلیس ها بود. چه انگلیس؟ کدوم انگلیس؟ کجا بود انگلیس؟ من انگلیسی ندیدم تو خیابون ایران. نه شما نمیدین، آخه بی بی سی چیزایی میگو. خب بی بی سی چیزایی میگو، مگه با کش بی بی سی خبر میگو؟ میگو دیروز اینجا بودن، نمیدونم صبح کجا بودن مردم، بی بی سی خبر میگو. مگه با پخش خبر باید مملکت سقوط کنه، مردم بیان بیرون دولتشون سردگون کنن بابت اینکه بی بی سی خبر میگه؟ چرا این کوبا رو ساقط نمیکنن؟ چند ده هست که اینا قوی ترین رادیوها رو گذاشتن و تلویزیون ها و چند میلیون کوبای فراری. حریف این فیدل کاسترو نیستن؟ یه وجب جاست این 90 مایل در جنوب ایالت فلوریدا، چرا این سرنگون نمیکنن این آقا؟ هی شاهان ما رو میبرن. یکم فکر کنیم آقا جان، آخه این که نشد که. این در واقع گفت گر این تیر از ترکش نیرمی است، نه بر مرده بر زنده باید گریست. اینم شد تفکر. یه لااقل از این تجربه دردناک حکومت آخوندی یه چیزی بفهمیم آقا، یه چیزی بریم یاد بگیریم چگونه است، چگونه است، یعنی قضای سیاسی چگونه کار میکند، یک ملتی چگونه بیچاره میشود و اسیر میشود، یک دیکتاتوری که در واقع همه قدرت ها رو به دست خودش میگیره چگونه خلع ایجاد میشود که هر در واقع جاهل و نادانی ممکن است بیاید مملکت رو به نام خودش سبس بده، وقتی بنیادهای سیاسی و احزاب و همه اینها نباشه چه میشه؟ کار انگلیس هاست. خدا پدر شما رو بیامرزه، واقعا رحمت کند خدا و اجداد شما رو با این قضاوتی که در باب یک مطلب مهمی مثل انقلاب کردید برای خود. این گاربیج، این گاربیج اوت. نشستیم در حالت خوشی و اینا، نه آقا کار انگلیس هست، ما هم یاد بگیریم فردا میریم این گاربیجی رو که گذاشتیم در این سطل یه جایی خالی میکنیم. کلیشه کردن راحته، تحقیق کار مشکل است. آقا کلیشه کردن خیلی کار راحتی. از دهن این و اون یه چیز شنیدن بعد رفتن پخش کردن تو سوسایت جامعه که انگلیس کار انگلیس ها بود. چه کار انگلیسی عزیز من؟ انگلیس پدر جان قربانت گردم، انگلیس یک زمانی یک کشوری بود، اول کشوری بود که انقلاب صنعتی کرد و نیروی دریاییش رو قوی کرد، بعد تولید انبوه در صنایع کرد، بعد رافت داد. انگلیس هم نمیره با توپ و تفنگ انقلاب کنه. انگلیس کاری که میکرد استعمارش این گونه آغاز میشد،
که یک عده از لردهای انگلیسی دیپلمات های تراز اول رو با یک مبالغ هدایای خیلی گران قیمت میفرستن. میرفتن اونجا خدمت اون دیکتاتوری که اونجا بود، کی هستن اینا؟ اینا از دولت انگلیس آمدن، اینا هدایا رو عرضه میکردن و اینم نگاه میکرد و میگفت کارشون چیست؟ گفت میخواهند بگویند که شما اجازه بفرمایید که ما با هم بازرگانی کنیم، داد و ستد کنیم. وای به روزگار اون حاکمی که بود اگر میگفت باشد. به محض اینکه قرارداد بازرگانی بسته میشد، اول کاری که میکردن اینها در این سواحل شروع میکردن یک انبارهای بزرگ درست کردن و یک شبکه انگلیسی چیزی کردن و به طور روزمره این کشتیهای عظیم انگلیسی در واقع کالاهای مدرن ساخت انگلیس رو وارد میکردن. و چه اتفاقی میافتاد؟ صنایع دستی مملکت در کوتاه مدتی ورشکست میشد. بعد شروع میکردن نفوذ سیاسی کردن با خریدن رجال، با هزار سوسه که میآمدن به قول عوام این سیاست مملکت هم به دست میگرفت. در ایران خودمان اون چه در روزگار قاجار با دست ساخته می شده لایق موزه هاست امروز. از زردوزی و پارچه بافی و گلدوزی و ترم بافی و عبادوزی و اینها همه کار دست زنان ایرانی بود، مردان ایرانی. فرش ها داره چه ارزشی بودن. انگلیس ها وارد شدن با کارخونه های منچستر و لیدز و اینها، پارچه های گاوردین درجه یک، نگاه می که این خیلی بهتره، دیگه نمی خرید و اینا قرارداد می بستن و می فروختن، پولی هم می گرفتن قاجارها که اجازه بدن اینا بیان. حالا چه اتفاق می افتاد؟ می خواهم خدمت شما عرض کنم اولین تیمی که از انگلیس رفت به چین، امپراتور چین گفت نه 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 اینا رو رد کنیم برن، من اصلا نمی خواهم اینا رو تحمل کنم و اینها. اینا برگشتن چند سال بعد در یک کسی که اونجا بچه لرز بود ترجمه میکرد، خودش شده بود یکی از وکلا، یه قانون بود که ما باید با چین جنگ بکنیم به ضرب نیروی دریایی تا با ما معامله بکنند. و جنگ هم کردن. انگلیسی گونه عمل میکرد تا کی؟ تا روزگار در واقع جنگ اول رقبا پیدا شدن، آلمان پیدا شد، صنایعش بهتر، نوتر، مردمان دقیق، دانشمندان بزرگ اونجا بودن، شدن رقابت کردن، این استکاک شد، جنگ شد. و بعد هم آمریکا آمد کمک عموی پیر، آلمان رو شکست دادن و چه قراردادی هم تحمیل کردن به این ملت بزرگ آلمان. بماند، حالا گفتم آمریکا تا یادم نرفته، این نشریه فارن پالیسی آورده است که آمریکاییان در واقع تشویق کردند که صدام حسین سلاح شیمیایی استفاده کند علیه ایرانی. یک سرهنگی گفته است که بهش گفتن آقا شما در بابش صحبت کردید، میدانستید میخوان همچی کاری رو بکنن؟ گفت نه، معلوم بود که میخوان کار انجام بدن. اطلاع میگرفتن با این ستلات ها اینا که نیروهای ایرانی کجا هستن و یک همچین جنایتی دولت اون روز در حق ایرانیان انجام داده است. و اینها کارهایی است که خیلی 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 جنایت‌آمیز در دوران ریگان، چون ریگان بر این بود که حتما و قطعا بایستی که عراق برنده بشه. باری آمریکایی‌ها کمک کردند و انگلیس‌ها برنده شدند و جنگ دوم که رسید، انگلیس هنوز قدرت تراز اول بود تا توپ ها از سر افتاد و اینا شان قدرت درجه دو و سه. آخرین کاری که کردن که دیگه خیلی شغال قمر بود، بعد از کودتایی که در ایران اونم آمریکایی‌ها براشون کردن، رفتن حمله کردن با فرانسه به پورت سعید 1956. چون مصری‌ها هم به تقلید ایران، یه جمال عبدالناصری بود مرد ملتش بود، انگلیس ها رو بیرون کرد از اونجا، کانال سوئز رو گرفت، بعد از ملی شدن نفت اینا هم توپ و توپخانه بردن اونجا رو به قدرت نظامی دستگیر. بعد آمریکایی ها یه نهیب زدن اینا آمدن بیرون. این آخرین کارشون بوده. چه
چه انقلاب ایران چه ربطی داشته به انگلیس و نمیدونم کیو؟ انگلیس دلیلی نداشت. 6-7 بیلیون دلار پول مملکت ایران رفت اونجا، انگلیسی تانکای چیفتن و محصولات انگلیسی و اینا، انگلیس و ازش بعد نبود در اون روزگار، یعنی سهم خوبی میگرفت از این پولی که در میامد در اون مملکت، پول ملت. مغلطه کنیم، کار انگلیس هاست، خجالت آوره واقعا، خیلی خیلی خجالت آوره. میدونی چرا خجالت داره؟ شرم آوره، به جهت اینکه این یک تجربه ارزان قیمتی نبوده، این به قیمت خون هزاران بیگناه بوده که به دست این جنایتکاران ریخته شده و به قیمت برباد رفتن آمال ملت بوده. ما انقدر نمیتوانیم گمراه باشیم، باید خجالت بکشیم واقعا از این نادانی. کار انگلیس ها بود. اینم مقالطه بود که خواستم خدمت شما گفته باشم. عرض کردم خدمتون که نمیدونم کدوم ها رو اول شروع کنیم. اجازه بدین چند تا عکس به شما نشون بدید. ببینید بعد از اینکه هابل رو فرستادن به دور کره زمین، چون اونجا دیگه هوا نیست، هوا کاملا تمیز هست، بعد یک تلسکوپ دیگری فرستادن به نام سپیتزر. سپیتزر به جهت اینکه یک دانشمندی که اولین بار گفته بود که میشه بعد تلسکوپ فرستاد، که البته اولین دانشمندی که چنین سخنان گفته یک دانشمند آلمانی بود نه آمریکایی. ببینید این یک تصویری است که هر دو دوربین، یعنی هم دوربین هابل و هم سپیتزر با هم انداختن. اون نقطه قرمز دورترین کهکشان هاست که تازه کشف شده، از 450 میلیون سال بعد از بینگ بنگ به وجود آمده. اون نقطه قرمز زمین دایره، این دو دوربین، بله مرسی سپر جان، دو دوربین به هم کمک کردن، هابل و سپیتزر به هم کمک کردن و آسمان را ببینید. اینا همه کهکشان ها و هر سبت که بله بله، توی اصطلاحات نجومی ما اصطلاح داریم نبولا، NEBULA به لاتین به معنی ابر هست، توده های گرد و خاک فضایی است که ملاحظه میکنید خدا میداند که طول و عرض این چقدر است. اینها 5 نوع هستند که من واردش نمیشوم، نوع روشنش هست، نوع تاریکش هست، غیره و اینها. اینها عمدتا هیدروژن و اکسیژن و هیلیوم و گرد و خاک فضایی است و این رو بهشون میگن کارخانه تولید هستی، یعنی خورشیدهای بزرگ از اینها تولید میشه، از این گرد و خاک فضایی. وقتی جرمش به حدی برسه، عرض میشود که گازها در مرکز قرار میگیرن، اجرام سنگین به دورش و این همولایت ملاحظه میکنید. عرض کنم که این یکی از گوشه از این گرد و خاک‌های فضایی است که ستارگان جدید متولد شدن. اینها خورشیدهای جدید هستند که متولد شدن. بله تصویر بعدی، بله اینم یک چیز جالبی است که دو ستاره هستن که از کنار هم رد میشن، هر 93 روز یک بار یک برق شدیدی از اینها دیده میشه. بعدی لطفاً، بله عکس بعدی، بله بله ملاحظه کنید این هم همون گرد خاک فضایی است که ستاره ها درش تولید میشن. اون خورشید بسیار بسیار بزرگی که در اونجا تولید شده است، این رو سورد آف اوریون، در واقع شمشیر اوریون بهش میگن، اونجا تولید شده، در واقع شکاف ایجاد کرده، تمام گرد و خاک فضایی رو از اطراف خودش پراکنده و این خورشید قریبا 100 برابر خورشید ماست. بله بعدی، بله این هم همینجور. ببینید اون در اون میانه در این گرد و خاک ها که در واقع تولید این همه خورشید ها کرده در اونجا، اون که در میانه است بسیار بزرگ، شکاف ایجاد کرده، یعنی طوفان های خورشید از سطحش سبب شده است که این اجرام رو، گرد و خاک ها رو به کنار بزنن. در اون میانه اون خورشید بسیار بزرگ رو ملاحظه می کنید. بله بعدی، بله این هم در کناری یک نبولاست و یک خورشید بسیار بسیار بزرگ. بعدی قربان، بله اینو بهش میگن که
در واقع mountain of creation یعنی کوه خلقت. از اینجا دارن خورشیدهای عظیم و در کنارش سیارات بزرگ و این همه ستارگان از همین گرد خاک ها به وجود میان و بعد از به وجود آمدن عمرشون که تمام شد البته از میان میروند. بله به این میگویند یک کهکشانی که سمبره رو در واقع شبیه سمبره روست. سمبره رو کلای مکزیکی ها رو میگن سمبره رو. بله این در واقع سمبره روست اسمش هست مسیر 104. بله این ببینید این گرد خاک فضایی است. یک خورشید در حال مرگ به رد جاینت تبدیل شده. وقتی که هیدروژن تمام شد بنابراین در واقع جاذبه کاستی میگیره، شروع میکنه بزرگ شدن و بزرگ شدن و این طوفان‌های خورشیدی که از سطحش میاد نبولا رو عقب میرانه. این یک خورشید بسیار بزرگی است که عمرش به آخر رسیده است و در اون میانه چه عکس زیبایی هم از او گرفته. اینم بله خود حضرت آغاست، یعنی تلسکوپ سپیتزر. خیلی خیلی ممنونم سپر جان، متشکرم. فکر کردم که بد نیست بعضی اوقات به این چیزها ما نگاه کنیم ببینیم دنیا چه دنیای بزرگی است. آقا اگر خدایی باشه چه خدای بزرگی است، و این خدای این ادیان چه خدای حقیر صفیحی است، خنده‌دار این خدا. با درود بر شما هموطنان گرامی، این غزل سعدی که خونده شد، ای ساربان آهستران کارام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانش می رود. من موندم محجوب از او، بیچاره و رنجوب از او، گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود. عرض کنم که آقای مهداد چی فرمودید؟ کاظمی گفتن خوندن. و این غزل رو یک بار هم به اولین بار اکبر گلپایگانی خواندن، خطر کنم با ویرون ایبالله خان بدیهی. حالا هر کسی که در 200 سال دیگر بیاد هر دو غزل رو گوش کنه و اندکی تعمق کند در این کار، در میابد که اون خواندن گلپایگانی با اون آوای خوش نشان میدهد که در واقع مردم دارای آرامشی هستند و اجازه مجلس نشینی دارند و اجازه تفریح و خوشی دارند و یک آرامشی بایستی بر جامعه حاکم باشه تا بتواند اون آواز و ساز تولید بشود و این صدا رو هر که بشنود یک جامعه رو در میابد دچار دیپرشن و ناامیدی شده. شما به ملودی توجه فرمودید، صدای خیلی خوبی داشتیم هموطن گرامی، اما آثار یأس و دیپرشن و ناامیدی و شکست از در واقع ناسیه این ملودی ها ظاهر بود. تا اونجایی که من فهمیدم خیلی خیلی کار خوبی بود، خوب خیلی ملودی خوب، اما فحواش همین بود که عرض کردم. حالا اگه باور نمی فرمایید برگردید و آواز اکبر گلپایگانی رو بشنوید که سعدی رو چگونه خونده است. خب سخن از مهمل میکردیم و مغلطه. یک آخوندی رو میخوام به شما نشان بدهیم که این داستان نماز رو تاریخچه‌اش رو میگوید. اینها از بس خبیث هست، منبع اصلی رو ذکر نمی کنن که تفسیر کبیر محمد ابن جریر طبری است. یه گویا طبقات و شیعه نمیدونم حلیت المتقین محرق القلوب محرق القلوب. ببینید چی میگوید در باب نماز که پیغمبر اسلام رفته به آسمونا پیش خدا که چند رکعت نماز بخوانیم. بعد بقیه داستان از زبان این آخونده، اینا خیلی هم چرب زبان هستن، در بلاغت هم دستشون قویه، نیاز نیست من توضیح بدم. ببینید چی میگوید. این نمازی که امروز ما داریم حدیث در عرض بر این که شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است و در وسائل شیعه در جلد اول ابواب عبادات اونجا هست، حدیث صحیح هست. خاتم الانبیا در شب معراج خدای منان 50 نماز بهش واجب فرمود.
الان 5 تاست، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، 5 تا واجبه الان، 50 تا واجب کرد. پیغمبر اکرم داشت برمیگشت بیاد در آسمان بعدی، برخورد کرد به موسی کلیم الله علی نبی جنابه علی علیه السلام. موسی گفت چیکار کرده یا احمد؟ گفت آقا جون خدا 50 نماز به امتم واجب کرد. موسی گفت تا نرفته ای پایین و نماز دیده برگرد، چونه بزن کمش کن، نمیخونن. پیغمبر اکرم برگشت گفت خدایا موسی راست میگه، موسی را برم گردون، ارجع الی ربک فاسأله ان یخفف. برگرد بگو خدا 45 تا. برگشت موسی گفت چیکار کردی؟ گفت 5 تا. گفت نمیخونن، برگرد کمش کن. موسی دوباره پیغمبر برگشت گفت خدایا، گفت خب 5 تا دیگه چی؟ موسی ول نمیکنه، 5 تا دیگه چی؟ شد 40 تا. به خدا حدیث صحیح است، شرط پر از علماست، بپرسید منم در خدمتتونم، آدرس حدیثم دادم. پیغمبر اکرم را موسی 9 بار برگردون و هی خدا 5 تا 5 تا کم کرد تا شد 5 تا. 5 تا که شد موسی گفت پیغمبر برگرد کمش کن، نمیخونند. برگرد سبکش کن، نمیخونند. گفت موسی دیگه انی استحی من ربی، من دیگه از خدا حیا میکنم. وای وای لا طائل رو ببینید، عرش کبریا دروغ ها رفته. میگوید که این حدیث صحیح هست. آقا اینا چیه میگی مرد حسابی؟ چگونه بیاد ببینیم چگونه، آقا چگونه آدمیزاد میره به آسمان، راکت داره، چگونه است؟ گفته 50 تا. اینا در واقع چیز طبری است، در اون تفسیر کبیر بنده دیدم اشتباه نکنم. اینا منتها اینقدر خبیث هستن منابع اهل سنت رو به زبون نمیارن، اون چه به نفعشان هست میگیرن به نام خودشون. یک آخوند شیعه و نویسنده شیعه راست نگفته تا حالا که من سراغ داشته باشم که راست گفته باشه. همش دروغ، تمام دروغ، از بن دروغ و مغلطه. خدا میداند که اگر اینا قرار بود این تاریخ اسلام رو بنویسن چه مینوشتن. بی سواد بودن این شیعیان، یه مش برد مرده بودن و فقیر و بدبخت ناامید تو این کوچه ها بردگی میکشیدن. اینا شیعه بودن، بزرگان که شیعه نمیشدن که. آخه شیوخ بزرگ عرب، بزرگان ایران زمین که شیعه نمیشدن که. تا اینکه این داستان هر میشود که ناجور بودن این و خشونت این دین سبب شد که یک چیزایی بچسبانن. این خاندان نوبختی به خصوص خاندان نوبختی دست داشتن در این گسترش این داستان. اما نویسندگان ائمه دین اینا هم اهل سنت بودن، بعد اینا از اونا میدوزن، ذکر نمی کنن در کجا، محال است. یخون چگونه ذکر نمی کنن که فرزندان علی، عمر نبود در کربلا به گفته طبری، عثمان ابن علی شهید شد در کربلا و ابوبکر ابن علی پسران حضرت علی برادران امام حسین امام حسن اونجا کشته شدن. یک بار آخوند شیعه اسم اینا رو نبره، چون اسمشون عثمان بوده، اسمش کیش عثمان بوده، اون بیچاره یکشان فرط علاقه‌ای که داشته علی به این سه خلیفه اسم بچه‌هاشو سه خلیفه گذاشته، عمر، ابوبکر، عمر، عثمان. رفیق بودن، رفیق شفیق بودن این سه نفر، با هم کار میکردن. هر که خلیفه میشد اموال به بقیه هم میداد، بیشترین مال رو عمر میداده به علی، نه تنها به خودش میداده، به بچه هاش هم میداده، بسیار زیاد هم میداده. هیچ نامشو نمیبر، طوری صحبت میکنه انگاری داره با قاطعیت پنداری داره فیزیک درس می. مرد حساب اینا لاتائل، سخنان لاتائل، چه میگی؟ گاربیج این، گاربیج اوت. حالا همه کسانی که میشینن پای منبر آخوند، این کله دیگه کله نیست، سطل زباله است که خالیه، آخوند پرش میکنه، پر زباله.
و این زباله نسل بعدن نسل منتقل شده و دکانی آخوندا رو گرم نگه داشته. حالا هم که حاکم شدن به سرزمین و صاحب لشکر شدن، آخوند صاحب لشکر، آخوند فرمانده سپاه خنده آوره، آدم فکر میکنه خواب میبینه. میبینی آخوند پیزوری میگه این معاون نیروی هوایی بودی. معاون نیروی هوایی. اون یکی چی کاره بوده؟ اون فرمانده کل میدان جنگ بود آقا. ای بابا چه جنگی هم کردن ماشاءالله به اون جنگ. آقا چه جنگی، بیا و تماشا کن، هجمه کنید. روزی 25,000 کشته، 30,000 کشته. میدونست هرچی کشته بشن بدبخت و بیچاره و غمزده و دیپرس و ناراحت و اینه که بیاد پای منبر برای حسین گریه کنه به اینا نزدیک بشه، خب تعداد زیاد میشه دیگه. نه گاربیج این، گاربیج اوت. حکایتی است. خب چند تا عکس فرستادن از این ماجره 28 مرداد. میگوید قیام ملت، ما ملت در خیابان ندیدیم. آقا ما به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر هیچ عکسی از تبریز، از اصفهان، از مشهد، از نمیدونم سیستان و بلوچستان، هیچ من در تهران ما مردم در خیابان ها ندیدیم. آقا چرا شعبان جعفری رو عرض کنم که طیب حاج رضایی و سالا یه آدم هایم من اسم نمیبرم اینا بله بودن. میگن قیام ملی بوده. پس این قیام ملی بوده، ملت کجان؟ این عکس ها رو نگاه کنیم ببینیم. دادگاه هست، مرحوم دکتر مصدق دفاع میکند از خودش در دادگاه نظامی فرمایشی آمریکایی. بله اینم از مربوط میشه به تأسیسات نفت در قدیم به انگلیس ها میساختن و عملی ایرانی ها فقط سمت عمله داشتن. اینم دادگاهه که بله ببینید اینها بیشترشون بیچاره بختیاری هستن. ببینید به عملگی کشیدن اینها رو با همون لباس ها، لاقل نکردن لباس کارگری بدن. اینا هم عرض می شود که دو مفسدین هستن. چرچیل بزرگترین مفسد روی زمین، اون آیزنهاور بیچاره می آدم نظامی خوش چیزی بود، رازیش کردن که بیاد این خیانت رو در حق ملت و تاریخ منطقه انجام بدن. بله اینا ببینید ملت کو، من ملت شما ملت ببینید. بله این روز کودتاست. بله عکس بعدی لطفا. بله ملاحظه کنید عجامه رو اوباشن فرن آتیش میزنه نیجر. این روز 25 آیاتون نره روز بقدر شکست کودتا در روز 25 مرداد آمدن بیرون. توده ها هم ترتیب یک دمونستریشن دادن. اینا مردم هم. به روز 28 مرداد ما مردم ندیدیم که. بیاید لطفاً به عکس بعدی. بله بازگشت شاه هست از ایتالیا، دکتر مصدق هست فکر کنم جلوی پارلمان باید بشه. بله چماقی ها رو نگاه کنید، عجامه رو اوباش، چماقی ها رو میبینید قربان. بله اینها سه گروه عجامه بودن که سه منطقه رو ملاحظه کنید بفرمایید. این هم خیابان ها قیام ملی رو نگاه کنید. این عکس ها رو من تا را نایده بودم. خیلی ممنونم از دکتر بزرگوار دوست عزیزم از دبی فرستادن. بله ملکه ثریا و پادشاه سابق. برگشتیم به عکس اول. خب این هم یک حکایتی بوده است. داستان خیلی خیلی ننگینی است. هرچی میکشیم از همون جاست. یعنی در اونجا فاتحه کوشش های مشروطه است و دخالت دولت آمریکا که به نفع انگلیس بشود و بعد کنسرسیوم نفت. خب اجازه بدید ما برویم بگردیم ببینیم که این کتابای قدیم رو که میخونی که معتبر هستن خودتون مقالطاتش رو میتونید تشخیص بدید. اونا رو نخونید. مثلا
خبر جماعت پریان که پیش پیغمبر علیه السلام آمدن مسلمان شدن، این فرشته ها آمدن مسلمان شدن. اینا سخنان لاتائله، اینا دیگه جز تاریخ نویسی نیست. امروز میخنده به این حرفا. خب بله، دارم دنبال اون سه پیغمبر میگردم. داستان سلما بنت مالک و کشته شدن سلما رو براتون میخونم. 370-371 از جلد سوم. داستان سلما رو من برای شما خوندم. خب سلما زن بزرگواری بود، آورده بودن برده کرده بودن و اونجا کلفتی میکرد. خب برده چیکار میکنه؟ خوندم خدمتتون، یه روز گفت عایشه اجازه بده من برم پدر من مسلمان کنم، بیا اونا رو بیارم اسلام مشرف کنم، نور اسلام در دلشون در واقع بتابد. گفتم باشه برو. رفت سپاه جمع کرد و سپه سالاری سپاه رو خود این دختر برای عادی حیثیت خودش به دست گرفت. این دختر عرب بوده، زنان عرب نم چی بودن، اسلام آمد براشون حقوق معلوم کرد. آقا زنده به گوری واقعی رو از من میپرسی؟ اسلام برای زنان آورد، زنده به گوری در بعد وسیع، زنده به گوری. چون آخون دیدید عاشق بشه؟ لا بلا، آخون عاشق نمیشه، آخون عشق نمیفهم. خب اینجا خوندم خدمتتون، خب این مش دروغ هم اینجا مورخ می نویسه، مثل این جمله، این جمله دروغه. پیغمبر گفت ای عایشه، خب میگوید که او را به عایشه بخشیده بود و عایشه او را آزاد کرده بود و مسلمان کرده و همی داشتش. یک روز پیغمبر به خانه عایشه آمد، سلما با گروهی زنانی دیگر اونجا نشسته بود. پیغمبر گفت ای عایشه، اندر این میان زنی هست که سگان بر او بانگ کنند و خدای و پیغمبر را آسیب بود و نگفت که این زن کدام است. هیچ همچی خبری نیست. پیغمبر علیه السلام هرگز نه آینده رو میدان، نه کسی در تاریخ بشر از آینده خبر میتونست بده، ممکن نیست. هزار دلیل در همین کتاب هست. اینا سخنان نادرست مغالطات، حواسمون باشه. و نگفت که این زن کدام است. پس اون سلما دستوری خواست که به حی خیش باز شود و مادر و پدر را به مسلمانی خواند. عایشه دستوری دادش، او به خانه خیش باز شد و پدرش مالک بمرد. پدری داشت به نام مالک، فوت شد و او را برادری بود، نام او حکمه. اون روز که عینیت ابن حسن بر مدینه تاختن آورد و اشتران پیغمبر علیه السلام بران و سلمت ابن الاکوع از پس ایشان بشد و اون اشتران باستدد و پیغمبر از پس بشد، این حکمه با اونیه بود، چون یاران پیغمبر اونیه را و مردمانش را دریافتند و با ایشان حرف کردند و عبدالله ابن اونیه را اندریافتند و بکشتند، این حکمه نیز اونجا کشته شد. سواری از یاران پیغمبر نام او قتاده او را اندریافت و بکشت و اون خواهر او به حی قطفان همی بود و مردمان حی او را بزرگ داشتندی از بحر بزرگواری پدر و مادرش. خب اینجا انصاف به خرج میدیم، اینا مردم بزرگوار بودن، تبری از بحر بزرگواری پدر و مادرش، مردمان اون گوید او را بزرگ داشتندی. اگه شیعه بود چند تا فوش هم اینجا می نوشت. خب و از بحر بسیاری خواسته ایشان، میگه چون هم بزرگوار بودن هم بسیار ثروتمند بودن خانواده این سلما که مالک باشه و همسرش. پس چون عرب
همه مرتد شدند از پس مرگ پیغمبر علیه السلام. این سلمان نیز مرتد شد. چون طلحه به هزیمت بشد و عینیه را بگرفتند و اسیر به مدینه بردند، این سلمان با جماعتی مرتدان به دهی شد به نزدیک آبهایی. میذار به نزدیک آبهایی یعنی به نزدیک چاهای آب، چاه میکندند، اونجا آبی وجود ندارد، و اونجا بنشست و هر که از اون مرتدان سوی او گرد آمدندی او را حج دادی و مردمان را گرد همی کرد، گفت من با خالد حرب کنم و خون برادر حکمه طلب کنم. برادرش رو هم کشته بودن، اون حکمه که داستانش خوندم خدمتتون، من برادرش کشته بودن، هم خودش رو اسیر کرده بودن. پس چون خبر او به خالد آمد، خالد به کشتن اون مرتدان مشغول بود. عرض کردم اعراب همه بازگشتن از دین اسلام، خالد ابن ولید رب قتل عام کرد، به ضرب شمشیر همه رو برگرد، به کشتن مرتدان مشغول بود. او را خار داشت، او را خار داشت یعنی گفت اهمیتی نداره. گفت از زنی چه آید؟ تا کارش بزرگ شد و سپاهی بسیار از مرتدان عرب بر وی گرد آمدند. ناراضی بودند، خب نمیخواستن آقا مسلمون شد، باج باستی میدادن، آمدن پشت سر کی؟ سلما، سلما بنت مالک، این زن دلیر. این زندگی ارزشش در خوردن و خوابیدن و پول داشتن و اینا نیست، ارزشش در این است که در مقابل در واقع تجاوز ایستادگی کرد و برای ارزش‌های بزرگ مرد، در راه آزادی مردن در واقع یک چگونه عرض کنم یک سعادت بزرگ است. نه اینکه این زن نامش در تاریخ مانده، درسته که تاریخ نویس میگه مرتد شد، ولی می‌بینیم که داره تحسینش می‌کنه، میگه پدر و مادرش بزرگوار بودن، چنین و چنان بود، خواست در راه عاده حیثیتش کشته شده. خب گوه از زنی چطور بود؟ بله. و کارش چنان شد که خالد را به تنخی سوی او بایست شدن، یانقدر کارش بالا گرفت که چاره نبود که خالد باستی میره، بزرگترین سپه سالار اسلام باستی میره به جنگ این زن. و او به حرب خالد بایستاد و حربی کرد سخت تر از حرب طلحه، جنگ بسیار بزرگی کرد این زن. و این سلما بر اشتری نشسته بود به عماری اندر و خلقی بسیار به گرد او اندر ایستاده بودند، و حرب به دنجای رسید که خالد گفت تا اون اشتر را نیفکنید و اون زن را نکشید، این سپاه نپراکند. خالد دید کار پیش نمیره، گفت تا این زن ایستاده و اون شطور که شطور فرماندهی است بر سر پاس، کار به جایی نمیرسد. که البته یک بار دیگر هم یک زنی بعد از سلما سوار یک شطوری شد به جنگ علی، و علی همین حرف رو زد، گفت تا اون شطور ملعون بر پاس و اون زن در اونجاست کار پیش نمیرسد. اون عایشه بود در جنگ جمل. شما ببینید که اختلاف و نفاق چگونه بوده بین علی، یعنی علی تا چه میزان اهل نفاق بوده که زن پیغمبر آمده به جنگش. خیلی حرفه. با کی؟ با طلحه، با زبیر، نصف مسلمان. سوار شطور، شطور سرخ موی، چندین دست که قطع شد که هر دستی قطع می شد اگه دست دیگری مهار شطور رو نگه می داشت. خب و خالد منادی فرمود و بانگ کرد که هر کس اون اشتر را شمشیری به راستی بزند او را صد اشتر دهم، و هیچ کس بدون اشتر نتوانست رسیدن از عز سلما اندر میان اون لشکر.
از عزت سلم، از بزرگواری که سلم داشت و احترامش داشتن، هیچ کس نمیتوانست نزدیک اون شطور برسه و اون شطور رو قلم کنه یا اون زن رو بکشه. پس خالد خود با جمعی آهنگ او کرد و صد تن را در پیشان اشتر بکشت. از اون کسها کرد گرد او اندر بودند تا بدون اشتر توانست رسید و اشتر را شمشیری بزد و پایش بینداخت و اشتر بیفتاد و سلما از اماری بیرون افتاد. خالد او را به دست خیش بکشت. سپهسالار اسلام زن بکشت و نامه این فتح سوی بوبکر فرستاد. پس از اون که قره را فرستاده بود به 20 روز دیگر، اینم داستان سلما بنت مالک، دختر دلاوری که از حیثیت خودش دفاع کرد، با متجاوزین جنگ کرد، با متجاوزین جنگ کرد، چون کار این برادران ما از اول با تجاوز و تحمیل بوده. تجاوز و تحمیل هنوزم این ذهنیت عوض نشده، هنوز ذهنیت برجاست. یک بانوی محترم نجیب شریف ایرانی رو هم در مطب دکتر من شناخ، سلام علیکم این حرف که من زرتشتیم، دریاست، هر جا می رفتیم مغازه دارا دست نزنی به سیب تو نجسی، دست نزنی اینجا نجسی، یک ایرانی به هموطنش بگوید تو نجسی. نجس در واقع اندیشه اون آدمیست که دیگران رو نجس میبینه. خوب نگاه کنیم اینجوریست. خب دوستان هموطنان، به جهت این که عرض کنم که من اندکی گرفتاری دارم، برنامه رو در همین جا میبندیم امروز یک ساعت و روز جمعه خدمتون خواهم بود. بکنم این برنامه رو سه شنبه بازپخش بشه یا چهار شنبه، امیدوارم که بتوانم بازگردم و این چهار برنامه که بود، یعنی روزهای دوشنبه و روزهای سه شنبه شب و چهار شنبه صبح و جمعه، بتوانیم ادامه بدهیم. با سپاس از شما بزرگواران و سپاس از سپهر گرامی در اتاق فرمان، برنامه رو می‌بندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.